سلام به ویژه برنامه بازنگاه خوش آمدین. در برنامه امروز روی اعلان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بحث میکنیم. لحظات پیش کمیسیون مستقل انتخابات پس از نزدیک به 3 ماه موفق شد تا سرانجام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. بر اساس اعلان نتیجه ابتدایی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کنونی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری با به دست آوردن 923,868 رای 50.64% آرا را به دست آورده است. همین گونه دکتر عبدالله عبدالله همچنان با به دست آوردن 7,020,990 رای 39.52% آرا را به دست آورده است. گلبدین حکمتیار با به دست آوردن 70,242 رای 3.85% آرا را به دست آورده است. بعد از آقای حکمتیار، امین گونه رحمت الله نبیل 33,921 رای را به دست آورده که فیصدی او هم 1.86% میشه. با همین گونه فرامرز تمنا، عبداللطیف پدرام، عنایت الله حفیظ، محمد حکیم ترسان، احمد ولی مسعود، محمد شهاب حکیمی و غلام فاروق نجرابی مسلسل یکی پی دیگه قرار دارد. ما رازقیار هستم و در این برنامه بیشتر تحلیل میکنیم روی که چقدر تیمهای بجز از دولت ساز نتیجه را خواهد پذیرفت. مهمان شریک در بحث با ما هم سمیع‌الله صمیم، عضو پیشین مجلس نمایندگان، در استیدیو حضور دارند و تا لحظات دیگر هم محمد عارف کیانی، سخنگوی تکت انتخاباتی امنیت و عدالت بر رهبری رحمت الله نبیل با ما خواهد پیوست. آقای صمیم، به بحث ما خوش آمدین. با ای که تیم ثبات همگرایی گفته تا زمانی که 300,000 رای که به گفته اونها تقلبی است، پیش از زمان یا بعد از زمان که قانون مشخص ساخته حداقل استفاده شده باطل نشه، نتیجه را نمیپذیریم. تحلیل شما چی است از نتیجه که اعلام شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خوب است که سلام داشته باشم خدمت بینندگان شما، همکارای تکنیکی شما. ما فکر میکنم که حالا بحث فراتر از او بحث سلک رئیس که ثبات همگرایی گفته نمیپذیریم. رای دکتر غنی با این 9,000 نیست. ای رئیس که کمیسیون انتخابات دوره برش ساخته با بدون اون مسلک رای هم اگر او را جدا میکردن یا او را اضافه میکردن و رای دکتر غنی، رای دکتر غنی 8,000 رای بود که در حدود 1,00,000 رای را برش معلوم میشه که کمیسیون انتخابات برش رای ساختن. به هر حالتش تیم ثبات و همگرایی موقفش روشن است، واضح، و نه تنها نمیپذیریم بلکه من فکر میکنم با چنین یک اعلان کمیسیون انتخابات یک بحران دیگی را در افغانستان خلق خواهد کرد و من مطمئن هستم که نه تنها نتیجه پذیرفته نمیشه بلکه مردم افغانستان دیگه بالای کمیسیون انتخابات هم دقیقا اعتماد نخواهد کرد و در عین حال تصمیم گیرنده مردم افغانستان است و باور می است که مردم افغانستان تصمیم خواهد گرفت. خب به اساس رأی که اعلان شده دکتر عبدالله عبدالله 39.52% رأی را به دست آورده، حالا اگر مو سلک باطل هم شما فکر میکنین که آقای عبدالله میتونه برنده شد؟ ببینین، اول خود در 27 ولایت اینا هر مرداری و هر گندکاری که میخواستن کمیسیون انتخابات چون در اختیارشان بوده، کمیسیون جمع تیم دولت ساز، اصلا کمیسیون وجود نداره. کمیسیون مرجی که کمیسیون را رهبری میکنه و مدیریت میکنه تیم دولت ساز است. تیم دولت ساز هر مرداری و هر گندیدگی که در ولایات خواستن پس از اینکه 27 ولایت باز شماری کردن، اینا هم مردارکاریشان کردن. مثلا چه کردن؟ مثلا اینکه یک تعداد آرا را دست دادن از یک کاندید، از کاندیدای مشخص و نام یک در جمع به کاندید مشخص ارائه شده آرا که بتانن سقف پوره بکنن. مثلا در یک صندوق 50 رای واقعی وجود داشته، در حال که 50 رای مربوط مجموع کاندیدا بودن، اینا گرفتن 50 رای را مربوط به یک کاندید مشخص ساختن داخل رزلشت هایی که بار دومینا و به ولایت روان کرده بودن. شما مردارکاری های اخیرشان را دیدین که دارالانشای که کمیسیون انتخابات رزلشت ها را بار دیگه به ولایت روان کرده بود که مردارکاری هایی که در امی اواخر خودشان بازشماری کرده بود بار دیگه پس اون مردارکاری ها را تنظیم بکنن در ولایت. به هر حالتش من فکر میکنم که
وطن به طرف یک بحران جدی بردن با این با چنین یک اعلان. حرف از بحران میزنین هنوز خب کدام گپ نشده بساس چی میگین به بحران و از طرف دیگه خب مردم رفت برو پای صندوق ها رای دادن حداقل رایشون استفاده کردن. فکر نمیکنین مسئولیت تیم آقای عبدالله بود که نظارت میکرد و اجازه نمیداد که کسی به گفته شما گندکاری بکنه در نتیجه؟ ببینین در زمان نظارت هیچ نوع تقلب صورت نگرفت ولی در 27 ولایت حضور نداشت تیک تاک بله بله بله, بله. خب پیام حضور میداشت اجازه نمیداد نظارت چیزا به شما میگم شما چطور من با کدام منطق شما میخواین یک رای تقلبی رو بپذیرین یک رای که شاو صندوق ها پر شده بحث ما 102000 یعنی بس 102000 رای پیش از تایم و بعد از تایم است. بله. وقتی که صندوق میره داخل ولایت در ولایت نیمروز صندوق ها داخل ولایت پر شده در ولایت فرای ما شاو تا صبح صندوق ها در داخل کمیسیون انتخابات توسط رئیس کمیسیون انتخابات ما بار بار برای کمیسیون مرکزی انتخابات با آقای نور به خانم نورستانی پیام رساندم. درست. و در چندین ولایت دیگه اینا صندوق ها را از طرف شاو با تبانی با والی قمندان امنیه رئیس امنیت ما به صراحت میخوایم بگم اینا صندوق ها را پر کردن و این یک بحث است. بحث 137000 رای که یک بار از مرجع قانونیش داخل سیستم شده بود یک بار دیگه هم از وزیر اکبر خان و از شیرپور و از ششترک و از داخل ارگ داخل سیستم شده. بحث 137000 رای است. 137000 رای از عین دیباش بسیار به سادگی شما میتونین وقتی که اونمو سریال یا کد نمبر مو محل داشته باشین شما میتونین از یک جای دیگه از یک آدرس دیگه بفرستین که شما دیدین در ملک خودش گفته شما بله در ملک واضح اعلان کرده که این رایه است که این رایه که قرنطین کرده بود که کمیسیون به زور رواز کرده. هنوز موارد دیگه باقی مونده مردارکاری هایی که در آخر کردن که ما امیدوار هستیم که بتونیم این وضعیت رو وقفه کوتاه دنبال کنید. با ادامه برنامه خوش آمدین. محمد عارف کیانی سخنگوی تکت امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل هم با ما پیوستن. خیلی خوش آمدین آقای کیانی. واکنش تکت شما چی است به اعلان نتیجه؟ سلام بر شما به وکیل چه و مردم افغانستان. این نتیجه انتخاباتی نبود، این نتیجه کودتای انتخاباتی بود که یک مثلث شوم تیم حاکم، تیم دولت ساز، جمع دارالانشای کمیسیون انتخاباتی و جمع کمیشنرها فقط از جانب خود آمار و ارقامی را ارائه کردند و متاسفانه ما را در فاز سوم از بحران انتخاباتی قرار دادند. فاز اول تقلبات سازمانی یافته بود، فاز دوم متاسفانه به دوران انداختن انتقلبات انتخاباتی و منیس رای محاسبه کردن بود و فاز سوم اعلام از این و همگانی نمودن این بحران انتخاباتی است. از جانب ما، از جانب مردم افغانستان قابل قبول نیست. 300000 رای که به شکل سیستماتیک با روی کردهای خیلی سازمان یافته وارد سیستم شده بود یک بحث دیگر و بیشتر از این کمیت در محلات متاسفانه به نفع آقای غنی پر شده. حدود 600000 رای که از آماری که فعلا ارائه کردن تقلب به نفع غنی شده و این ما فکر میکنم آخرین میخه بود که کمیسیون های انتخاباتی بر تابوت دموکراسی و بر تابوت روندهای مردم سالار و بر تابوت نهادهای انتخاباتی کوبیدن و ما در فاز سوم از بحران قرار داریم. برای مردم افغانستان قابل قبول نیست و مردم افغانستان دیگه توان ندارند که باز بیشتر از 60000 قربانی دیگر به خاطر سیانت چاکی های سیاه و سپید آقای غنی به قربانگاه بفرستند. فلحاظا این بحران است که کمیسیون انتخابات در تمیمیت و در گسترش در شلوار شدن این بحران نقش داشته و قابل قبول برای ما نیست. نتیجه شما را 33921 رای اعلام کرده، بر شما قابل قبول است این نتیجه؟ واقعا همقدر رای گرفته؟ متاسفانه در اول خود اینا به سه مرحله تقلب کردن. مرحله اول کارگزاران کمیسیون انتخاباتی دیفتی ها در محلات با کمک والی و والسفال و قماندان امنیه، مرحله دوم در داخل کمیسیون انتخابات هم رزلشید پیششان بود، هم صندوق ها پیششان بود، هم برگه های رایدی پیششان بود، هم کارگزاران از خودشان بود و مرحله سوم هم به آدرس دستگاه های بایومتری که شما دیدیم 137001 طرف 102012 رای دیگه و مطابقی 86000 دیگه که تکرار شده بود. نه خیر، هر آنچه دلشان خواست برای رزلشید ها کردن وارد سیستم ساختن. یعنی میگین رای شما را کم کردن؟ بله، رای ما را کم کردن، رای خود بالا کردن. شما در دست دارین رای شما چقدر است؟ ما بالای 100000 رای داشتیم. باور کنیم آرای بایومتریکی ما بیشتر از آرای غنی بود یا صندوق ها پیششون اصلا هیچ ملاک محاسبه آرای بایومتریک قرار نگرفت
من میخوام بگم که کمیسیون انتخابات از بود تکنیکی منحرف ساخته. بحثی که حال صورت میگیره بحث سیاسی به خاطر مدیریت و مهار بحران است. فلهذا برای ما قابل قبول نیست کمیسیون انتخاباتی جانبدارانه حرکت کردند. کمیسیون انتخاباتی متاسفانه بعض لمسایی در کودتای انتخاباتی داشتن، اعتبار و اعتماد خود به نزد مردم افغانستان از دست دادن. منفذهای نفوذی به کمیسیون انتخابات هنوز هم باز است و 137 هزار رای را از او بخش ریاست اسایی مرکزی آوردن. ما سند ارائه کردیم، رسانه‌های افغانستان منافق نیم محاسبه شده. حتی تا دیروز هم متاسفانه تا روز جمعه با مزرعه تا روز جمعه 114 صندوق روز جمعه به نفع آقای غنی زیاد کردن. جالب است که هفته پیش 1300 صندوق به ما سند داریم، به ما سند ارائه کردن که تو هم روز هم انتخابات جریان داشت به نفع آقای غنی. با ما تماس گرفتن که شما ببین باز شماره او برادر، گفتیم باز شماره چی؟ انتخابات وقت تمام شده ولی به نفع آقای غنی رای زیاد کردن. خب به نظر شما وقتی که کارگزار دوز باشه، دوز باز با پشتاره گیر افتاده باشه، وقتی که سیستم به دسترسشان باشه، دیوایس ها به دسترسشان باشه، به هیچ مطالبی عدالت طلبانی نامزدان ریاست جمهوری پاسخ مقنع ارا نشه، کمیسیون انتخابات از قانون از تطبیق قانون تمرد کنه، آنقدر اعتبار خود پایین بیاره، مینیس مامورین سرسپرده تیم حاکم چند کمیشنر مسئله ساز است، سندهایشان سندهای خود جعل کردن، مرتکب خیانت شدن، مرتکب جنایت شدن، به هیچ وجه برای مردم افغانستان قابل قبول نیست و مردم افغانستان بعد از این توان پرداخت جبران حضور رقابتبار تیم آقای غنی در قدرت نداره و ما فکر میکنم مردم افغانستان مکلف هستند. چی کسایی که رای دادن، چی کسایی که رای ندادن، به خاطر سرنوشت آینده خود، به خاطر تهدیداتی که فرزندان ما را تهدید میکنه، به خاطر خونی که ناحق توسط تیم حاکم ابزار شده ریختانده میشود، به خاطری که تهدیداتی که عزت و شرف مردم افغانستان را نشانه گرفته است، مردم باید از آرا، از سرنوشت سیاسی خود، از آینده سیاسی خود با استادگی در برابر این کودتا انتخاباتی دفاع کنند و صیانت کنند و در یک بارها و یک مقطع حساس بسیار تاریخی قرار داریم. اگر ما از آرای خود، اگر ما از عزت و شرف خود، اگر از آینده سیاسی خود، اگر از این جغرافیای مقدس ما دفاع نکنیم، فردا هم پیش ملت هم پیش خدا صرف کرده خواهیم بود. فلهذا برای ما قابل قبول نیست و این یک کودتا، این نسخه کودتای انتخاباتی و نسخه بحرانی بود که توسط کارگزاران و ناوکار کمیسیون انتخاباتی همگانی گردید. تبازگزار آقای سمیم، خب دو تا تیکه تیکه حداقل در از رده یک تا چهار اومده در دوش نمیپذیره. آقای حکمتیار هم روز گذشته حداقل اعلان کرده بود که نتیجه انتخابات را نمیپذیره. اصول انتخاباتی است وقتی رای گیری میشه، خب تیم ها میرن کمپاین میکنن، رای مردم را به نفعشان میگیرن. بعد از اصولی است باید نظارت صورت بگیره از رایشان که رایشان به کجا میره، حساب میشه یا نمیشه. همین کار را نکرده حداقل دو تیم، نه تیم آقای نبیل کرده و نه هم تیم آقای عبدالله حداقل در 27 ولایت. فکر نمیکنین که تا یک جای خود شما هم مقصر هستین؟ ما یک چیز رو شما بگم، ما چی را نظارت بکنن؟ یک رئیس رای که مردم به تکت شما داده او رو باید نظارت بکنن، حفاظت بکنن. ما یک چیز رو شما بگم، یک طرف رای وجود داره، یک طرف تقلب وجود داره. یک طرف یک رای میده یک انسان، یک طرف یک انسان نی یک موجود دیگه میه یک صندوق پر میکنه بله به نام انسان. ما بیم چی رو نظارت بکنیم؟ آیا امی رای یک چیز به نام رای بوده باشه که آدم باید نظارت بکنه؟ ولی شما هم گفتین در بازشماری 27 ولایت رای ساخته شده. خب بحث سر اگر ناظر شما می بود چگونه رای ساخته؟ یک چیز به شما میگم برادر عزیز، من وقتی که من میگم برش میگم که نمی تقلب بکش، ما در تمام موارد با شما همکار هستیم و طرف مقابل شما کمیسیون نه، کمیسیون یعنی ارگ ریاست جمهوری، کمیسیون یعنی دکتر غنی. به صراحت براتون میگم وقتی دکتر غنی نمیپذیره رای تقلب، شما با نظارت دیگه به ولایت مفهوم نداره. شما چی رو نظارت میکنین؟ ببینین، برای ما 3-4 روز پیش خودشان پیام داده بود از کمیسیون انتخابات که بیاین که ما نمی یک تعداد صندوقای به داخل کمیسیون است، اینا رو شما نظارت بکنین. یعنی تا به هنوز به داخل کمیسیون انتخابات جریان داره و ما به صراحت به شما میگم که این انتخابات نیست. از آدرس کمیسیون انتصاب یک انسان است به چوکی ارک و این ارمان او کسایی که معتقد به این است که بار دیگه یک آدم بی ریشه، بی هویت، بدون رای میتونه به ارک تکیه بکنه،
ای ارمان به گور میبرن و آدمایی که با این عقیده بخواین به ارگ برن بشینن. و صراحت براتون میگم که تمثیل دموکراسی تمثیل اراده مردم است. بله. و تصمیم گیرنده سرنوشتشان مردم افغانستان است. اینجا مردم است که تصمیم میگیره که کی باید به ارگ بره و کی به ارگ نروه. ما به صراحت براتون میگم که این خوی را که کمیسیون جمع ارگ این خوی را که میبینن این خو و این آرمان باید بس با یقین به شما میگم که آرمان به گور میبره. حالا نتیجه را اعلام کرده آقای عبدالله، مثلا در نخست میگفت که تو باید نتیجه هم اعلان نشه، به اساس نتیجه آقای غنی برنده است، چی میکنه تیم شما؟ ما یک چیز به شما میگم، شما میتونن از آدرس تلویزیونتون یک نتیجه را اعلان بکنه. ولی فرق میکنه چی فرق به اساس قانون؟ یک چیز به شما میگم، فعلا کمیسیون فکر کنین تلویزیون خورشید است، هیچ تفاوت وجود نداره. خب شما میگین اما مشروعیت قانون به اونا صلاحیت داره کنه. که یک مرجعی که دیگه مشروعیت نداره، مشروعیت خود از دست میده. شما گند کمیسیون از اول تا آخر دیدین، شما دیدین که اینا به اسنادشون جل میکنن. وقتی جل اسنادش به یک کمیشنر شما میبینین دیگه چی منطقی وجود داره که شما یک نتیجه رو میپذیرین که از یک آدرس نامشروع اعلان میشه؟ ما بیشتر باورم این است چی کمیسیون انتخاباتی مسئله رو اعلان بکنه یا کرده، چی یک آدم سرسرک استاد شد و اون نتیجه اعلان بکنه برای مردم افغانستان هر دوش یک معنی رو میده. چرا نه کمیسیون انتخابات که پیش مردم افغانستان مشروعیت داره و قانونیت داره آن چیزی که اعلان میکنه. ما فکر میکنیم یک چیز بی‌مفهوم و بی‌معنی است که اعلان میکنه و در نهایتش مردم افغانستان تصمیم گیرنده است و تصمیم خاطر چی است تصمیم بعدی حداقل است که شما ما پیشتر خدمت شما گفتم که تصمیم گیرنده مردم افغانستان است. هر به اصطلاح وریانت مشروعی که باعث مشکلات به مردم افغانستان خلق نشوه، باعث مشکل نشوه به مردم افغانستان یا مشکل ساز نبوده باشه، روی میز تیم ثبات همگرایی گذاشته است و این بار هیچ انسانی در تیم ثبات همگرایی عقب نشینی نخواهد کرد و مردم افغانستان عقب نشینی نخواهد کرد. ایره به صراحت براتان میگم که شما نتیجه را خواهد دیدین در افغانستان که پاکترین آرا ولو که آقای تورسن بوده باشه رئیس جمهور افغانستان، با مو آرای پاک آقای تورسن خواد آمد به چوکی ارگ خواد شیش، دکتر غنی به ارگ نخواد شیش. ایره باید اطمینان به شما میگم. آقای کنی موارد را که شما به عنوان تقلب گفتین، حالا مستندسازی شده، اعتماد دارین بالای کمیسیون شکایت و حداقل رای میکنین این موارد را بالای به کمیسیون شکایت؟ کمیسیون شکایت از دو منظر میتوان مورد تحلیل و ارزیابی کارکردهاشون قرار داد. منظر اول منظر قانونی طرز العمل ها لوایح انتخاباتی است که به کمیسیون شکایت صلاحیت داده مینیس نهاده که نقش محکمه انتخاباتی را داره. اگر قرار بی باشه که وجدانهای خود بیدار کنند، بتانند با مک ها و با ابزارها و آلات و طرز العمل های مشخصی که آرای سپید از سیاه جدا میکنه و این آرا را سیاه را از سپید جدا کنند، متقلب بزرگ کودتاچی انتخاباتی را مشخص کنند که این آقای غنی است، خوب میشه که من فکر میکنم امریز نیک. اما کارکردهای کمیسیون شکایت انتخاباتی متاسفانه از بد و شروع به کار تا کنون زیر پرسش است. ببینید بارها اعتماد ندارین شما و متاسفانه اعتماد خود کمیسیون شکایت انتخاباتی از دست داده. شما ببینید بارها آقای غنی از امکانات دولتی استفاده کرد، کد 91 چور کرد، چور کد 91. جالب است بیشتر از بودجه که داشت 1.7 میلیارد دلار در کل بودجه که در کد 91 بود بالای 6 میلیارد افغانی بود، ببخشید 6 میلیارد افغانی، 1.7 میلیارد افغانی رو چور که غیر از بیشتر از بودجه مصرف کردن. کمیسیون انتخابات ما شکایت کردیم چی کرد؟ یک مسئله، استخدام های مرتبط به انتخابات صورت گرفت، لوایح طرز العمل ها نقص شد. کمیسیون انتخابات شکایت چی کرد؟ خود کمیسیون انتخابات میگه که ما لوایح طرز العمل ها رو نقص کردیم. کمیسیون شکایت انتخاباتی چی کرد؟ این کمیسیون انتخابات میگه آمدن در خلاف قانون، آمدن خلاف ماده 86 قانون انتخابات بدون تصفیه حقیقی آرا، آنچه که چون در ماده 19 قانون انتخابات رأی تعریف شده با یک سری ویژگی ها منوط بر زمان و مکان، آمدن خلاف از یک نتیجه تقلب را به مردم افغانستان ارائه کردن. کمیسیون شکایت انتخاباتی چی کرد؟ فلهازا حالا میگم خیر است، گذشته را صلوات میگیم. کمیسیون شکایات در یک آزمون بسیار حساس، یک آزمون بسیار خطیر قرار داره. اگر وظیفه خود انجام بده، متقلب که به عزت و شرف مردم افغانستان بازی کرده، مرتکب جرایم انتخاباتی شده، مرتکب خیانت ملی شده، آدرسش مشخص است، به نام هر کسی است، به نام آقای غنی. اگر از لیست رای دهندگان بکششون متقلب است، چون یک روند ملی را منحرف ساخته، مرتکب خیانت ملی شده و آرای که تقلب
لویس آرا را باطل کنه میشه بالای کمیسیون شکایت انتخاباتی اعتماد و باور کرد. در غیر از کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی اعتماد خود به نظر مردم افغانستان از دست دادن. من میخوام بگم که چارچوبای حقوقی صلاحیت های کمیسیون انتخابات مشخص کرده. وقتی که در حول در دایره اون چارچوبای حقوقی کمیسیون انتخابات وظایف خود انجام بده، اونجاست که میشه مسئله استقلالیت مطرح بحث قرار داد. وقتی که از داخل از اون منحرف شن، از داخل از اون عدول کنن، اینجوری دیگه با صاحب صلاحیت نیستن دیگه. مانند شما یک شهروند عادی هستن. وقتی که یک کمیشنر خودش بیایه اسناد تحصیلی خود، از سند تابعیت خود، تذکره خود جعل کنه، با جعل با قبض فایش کمیشنر بشه، آیا کارکرد از او قابل قبول است؟ و به این ترتیب دو نفر دیگه در کمیشن از کمیشنرهای کمیسیون انتخاباتی، هم از کمیسیون شکایت هم از کمیسیون انتخابات دوسیه دارند. با تاسف اسنادشون پیش ما هست. دوسیه چی دارن؟ کی دارن؟ دوسیه های اختلاس دارن. کی مثلا؟ من نامشان نمیگیرم. ما میخوایم که بازی حالا یک کمیسیونی که شما بالاش اعتماد ندارین بگین که تقلب کرده به نفع کاندید و اسنادم در موردشان دارین، خب شریک بسازین با مردم. به زمان معین که زمان معین چه وقت اجازه دید یک محکمه عادلانه، یک محکمه عادلانه ایجاد شه، اون محکمه عادلانه دور از دغدغه‌های سیاسی تصمیم بگیره و واقعا صلاحیت اجرایی داشته باشه، اون زمان میشه که. ولی محکمه فکر نمیکنین ایجاد نمیشه به خاطر که دعوی شما به خود قاضی است دیگه. قاضی خب کی برتون محکمه ایجاد؟ خب به هر حال ما منتظر عدالت هستیم. طیفای عدالت طلب تلاش و تقلا دارند. بس متوجه یک مسئله شما بشین که بس بقا و فنای ملت افغانستان است. این بحث ساده نیست، سرنوشت سیاسی این بلوش یک بحث دیگه هم مطرح است. گفته میشه که تیکت هایی که اعتراض میکنن اینها سهم میخوان در قدرت. من فکر میکنم حال مسئله فرد نیست، مسئله شهروندان، مسئله عزت و شرف ملت افغانستان است. بحث عمد و معمود نیست. ای کاش آقای غنی با رویکردهای دموکراتیک میامد رأی میگرفت. بحث سرنوشت نظام است، سرنوشت جمهوری است، سرنوشت جنگی است که هر روز از ما قربانی میگیره، سرنوشت جنگی است که هر روز فرزندان ما را تهدید میکنه، سرنوشت عزت و شرف خاک و پرستش و اعتبار افغانستان است. بحث فرد نیست. من برمیگردم ادامه بحث را پس از وقفه کوتاه دنبال کنید. با ادامه برنامه خوش آمدین بیننده عزیز. ما خواستیم در این بحث سخنگوی تکت انتخاباتی دولت ساز را هم با خود داشته باشیم، با این که در نخست وعده کردند که در این بحث حضور پیدا میکنند اما حالا تا هنوز اشتراک نکردند و باورزیدند. آقای سمیم، خوب یک بحث را که باقی کیانی هم مطرح کردم، حالا گفته میشه که حکومت به نام مصلحت ملی ایجاد میشه یا حداقل آقای عبدالله میمونه بر ریاست اجرایی، اینطوری بحث ها هم مطرح است. فکر میکنین که یک بار دیگه معامله صورت بگیره از طرف آقای عبدالله؟ من فکر میکنم که این بار معامله نیست و به اطمینان به شما میگم که چیزی به نام حکومت وحدت ملی که در رأسش باز دکتر غنی بوده باشه هیچ انموت یک گزینی یا یاموت یک آپشن وجود نداره. پس چی میشه؟ ایره با اطمینان براتون میگم. من فکر میکنم که انتخابات چون برنده نداشته با نیمی وضعیت را که مرداری یا گند را که کمیسیون انتخابات کردن، در حالی که اگر با رای پاک صداقت بوده باشد مردم افغانستان هم میفهمه، جامعه جهانی هم میفهمه، حداقل شما رسانه هم میفهمین که ثبات همگرایی حداقل 52-53% رای را پوره کرد. اما با این گندکاری و با این مردارکاری که اینا در انتخابات کردن و دستدن انتخابات بینیمی منطق چی وجود نداره. ما پیام ما واضح و روشن است. بله. هرگاه حکومتی هم بسازین، حکومت دیگه با او حکومت مشارکتی وجود نداره با دکتر غنی و حکومت مستقلانه عمل خواهد کرد و هیچ نوع آپشن دیگه وجود نداره به اینکه باز تن به معامله داده شود و بیای یک حکومت مشارکتی در افغانستان. ولی کمیسیون آقای غنی را برنده اعلام کرده، شما هم قبول ندارین، پس چی میشه؟ ولی فکر نمیکنین باز وطن میره دیگه به بحران؟ ما همقدر به شما میگم که آنچه را که تیم ثبات هم گرای داره تا اعلان حکومت است. یعنی حکومت را هم اعلان میکنه مستقل؟ بله. بازی خب دو تا حکومت نمیشه که در یک کشور حکومت بکنه. خب سرنوشت مسئول باز کیه؟ سرنوشت چی میشه بالاخره؟ مسئول و کسایی هست که تقلب کردن، مسئول کسایی هست که وطن را به بحران بردن، مسئول کسایی هست که با حیات سیاسی افغانستان بازی کردن، مسئول کسایی هست که دموکراسی را اقدر مردار کردن که مردم افغانستان از نام دموکراسی متنفر شدن، مسئول کسایی است که با آرای مردم بازی کردن، مسئول کسایی است که با سرنوشت مردم بازی کردن، مسئول کسایی است که بیشتر از 70,000
نیروی امنیتی را به خاطر منافع شخصیشان به کشتن دادن. مسئول وا هستن، مسئول کسی نیست جز کسایی که در مردارکاری، در گندیدگی و در به اصطلاح عامیانه براتان بگم در برانگیختن خشم مردم برنامه ریزی داشتن. ولی راه حل است حکومت مصلحتی باز؟ من چیزی به شما بگم، چیزی به نام حکومت مصلحتی وجود نداره. او حکومت موازی ببخشین وقت از طرف ببخشین، ما حکومت را به نام حکومت موازی اعلان نمی کنیم. پس چی میکنین؟ ما حکومت اعلان میکنیم. آرا خوب کمیسیون اعلان کرد. یک مرجع است در افغانستان به اساس قانون اساسی که رئیس جمهور را اعلان میکنند. او کمیسیون مستقل انتخابات. کدام کمیسیون؟ ما به شما گفتم کمیسیون وقتی که خودشان به زبانشان اعتراف میکنه که ما نه لایه نه قوانین و نه طرز العمل میپذیریم، فقط مصلحت میکنن در بیشتر موارد. دیگه کمیسیون هیبت و حیثیت خود از دست داده، چیزی به نام کمیسیون وجود نداره. ما گفتیم کی شما اعلان بکنین؟ کی شما اعلان بکنین؟ کمیسیون را انتخاب نکرده، شخص آقای عبدالله هم سهم داشته در انتخاب کمیسیونرا. من یک چیز به شما میگم، طبیعتاً شما اینمی آپشن ها را داشتیم که باید اینمی ها را انتخاب بکنه. در انتخاب از او هیچ شکی وجود نداره که مجموع تکیتای انتخاباتی یا رئیس های تکیتای انتخاباتی نقش داشته. در یک مسئله رای گیری بوده. در مسئله بررسی اسناد کمیشنرا کی نقش داشته؟ خب آقای عبدالله 50% شریک حکومت بود، اجازه نمیداد. ببینین یک کسی در ارک ششته هست و ای تو فکر میکنه که او ملکیت پدریش هست و شما عملکرد دیکتاتورانش میبینید. ولی شریک 50% داره آقای سمی. دکتر سیب عبدالله در تمام پیامش واضح میگه که اگر ما گذشت نمیکردم چیزی به نام افغانستان امروز وجود نداشت. خب گزینه‌ای که حال داره روی میزش حالا بحث است که مردم متنفر شده از این وضعیت. بحث دکتر عبدالله نیست حالا. حالا بحث مردم است، مردم افغانستان از این وضعیت متنفر شده. مردم میگین 9 میلیون ما واجد شرایط داریم، 18 لک نفر رای نمیده. شما صحبت از کدام مردم میزنید؟ ببینین بدون شک 18 لک مردم نیست، اگر رای واقعی شما بکشین به 1,300,000 به 1,200,000 رای نمیرسه رای حقیقی. پس فکر نمیکنین که مردم دیگه ببینین به دنبال کسانی که در گذشته حاکم ها بودن به دنبال از اینها نیستن؟ این بحث حاکمیت نیست که مردم دنبال حاکم نمیره. مردم از دموکراسی قدر متنفر شده و از گندیدگی هایی که به نام دموکراسی به وجود آمده قدر متنفر شده. شما او دفعه دیدین بالاخره خارجی ها صدایشان بلند شد که یک کابوس وحشتناک بود تقلبی را که در افغانستان به نفع یک انسان صورت گرفته بود. تکیه کردن به نام مردم هم فکر نمیکنین که زیاد عقلانه به نظر نمیرسه؟ به خاطر که مردم کسی که نمیره امنیت 100% گرفته رای نمیته، فکر نمیکنین که اونها به اعتراض میبره نه دیگه تفنگ میگیره که بجنگه؟ من چیزی به شما بگم، من فکر میکنم اعتراضات مدنی که در بیشتر از 30 ولایت افغانستان در این چند روز صورت گرفت نشان دهنده از این است که مردم افغانستان هنوز شهور سیاسی بالا دارند. ولی خب راه حل نیست دیگه و تصمیم گیرنده هست مردم افغانستان. شما دیدین که در تمام ولایات افغانستان چی برادرای دلیر شجاع و قهرمان پشتون ما بودن، چی برادران شجاع و دلیر هزاره و ازبک ما بودن، چی برادران قهرمان تاجیک ما بودن یا برادرای دلیر تاجیک ما بودن، در بیشتر از 30 ولایت افغانستان مجموع خودشان به جاده ها ریختن و تظاهرات کردن. یعنی انگیزه را هنوز کس از پیش مردم نگرفته. آنچه را که از پیش مردم گرفته شده استفراق مردم میه به نام دموکراسی و یا به نام انتخابات که رای بدن مردم. اما مردم شعور سیاسیشان بالاست و مردم میتونن به سرنوشتشان تصمیم بگیرن و رقم بزنن سرنوشتشان. فکر در ذهنتان بوده باشه که بحث رای دادن و بحث شعور سیاسی مردم و تغییر سیستم نظام در افغانستان مردم شک نیست، ولی که ایران باید شما حداقل قیاس بکنین. وقتی یک کسی رای نمیده او نه دیگه به جاده میبره نه دیگه تفنگ میگیره که بجنگه علیه کسی که شما میگین انتخاب کرده. بحث اینجا بحث تفنگ نیست. خب حکومت موازی اینجا... که اعلان شد حکومت... اینجا بحث ده. حکومت موازی نیست. بس چی؟ من پیشتر به شما گفتم بحث حکومت است. ما نتیجه آرای خود داریم، نتیجه آرای دکتر غنی را داریم و نتیجه آرای مجموع کاندید صاحبا را داریم. اینجا اعلان حکومت است. در ذهنتان بوده باشه که چیزی به نام حکومت موازی وجود نداره در دستگاه کاری ما. ما اعلان حکومت با اساس رای که داریم اعلان بکنه که شما اعلان میکنید. خب یکیش موازی است دیگه. ببینین هر نتیجه را که با تقلب کمیسیون اعلان بکنه او حکومت موازی است در برابر ما. ما رای مردم را با خود داریم و ما مردم را با خود داریم و سرنوشت و در ذهنتان بوده باشه که او مردمی که رای ندادن، مردمی که رای به بیرون به رای دادن بیرون نشدن.
بیشتر خدمتتان یادآوری کردم که مردم از واژه‌ای به نام دموکراسی متنفر شدن، مردم از رای دادن متنفر درست. شدن، اما شهور سیاسی مردم بالاست و وقتی که باز بفهمند که سرنوشتشان با تقلب رقم می‌خوره، شما خود دیدین مردم در جاده‌ها خود ریخ و شما خود دیدین که به زور ارگ تسخیر خود کرد. یک کسی که خودش اراده خود نمیره تمثیل نمیکنه، توقع هم فکر نمیکنم که تحقق پیدا بکنه. آقای کیانی، خب حکومت موازی جای داره؟ من میخوام به پرسش پیشتر شما پاسخ ارائه کنم. این بحث چی کسایی که رای دادن چی کسایی که رای ندادن، سرنوشت ملت مطرح است. حتی به باور من مسئولیت کسایی که رای ندادن، چون سرنوشتشان در 5 سال نظام و حکومت آینده گره خورده، وظیفه از او به مراتب خطیرتر از کسایی است که رای دادن. رای ندادن به مفهوم نگفتن به آقای غنی است. آدم ولی شما هم آقای نبیل هم کاندید بود. خب اگه با اون نمیگفتن به آقای نبیل رای بدادن. اجازه دید متاسفانه مردم به نیامدن به پای صندوق های رای به آقای غنی، به روی کرده های پوپلیسی، به تحرکات، به دوزی های میلیونی و میلیاردی آقای غنی نگفتن. با ما خب بستر کمپاین مساعد متاسفانه قصد نکردن، هم از راهگذر امنیتی، هم از راهگذر از اینکه بعضی مسائل دیگه که وجود داشت، تهدیدات که متوجه ما قصد می ساختن. فلحاظ مسئولیت کسایی که رأی ندادن در این فرصت، چون حیات و سرنوشت اولاد و زندگی و اقتصاد و فرهنگشان در خطر است، مسئولیت از او به مراتب خطیرتر است. بحث میمانه به سوال دومی شما که مطرح کردین. ببینین کمیسیون انتخاباتی اعتماد و اعتبار خود از دست دادن، جانبدارانه حرکت کردن، یک تیم متقلب، تیمی که میلیون ها دلار از خزانه ملت مصرف کرد، با زور تقلب اون را ظاهرا در نتیجه که عموم معاملی انتخاباتی میخند میگم آرایش بالاست. بس ایست اگر قرار بی باشه که نتیجه همی باشه، این یک کودتا انتخاباتی است، مردم افغانستان حق دارند از حقوق اساسی خود دفاع کنند. این که با کدام روی کرده ها برمیگرده به وضعیت آینده، برمیگرده به زمان و مکان و جو انتخاباتی که ما در آن قرار میگیریم. من فکر میکنم یک اجماع در حمایت از مردم سالاری، یک اجماع در حمایت از تطبیق قانون، یک اجماع در حمایت از دموکراسی، یک اجماع در حمایت از افغانستان مترقی و یک اجماع در برابر تقلب شکل گرفته. بله. و این مایه امید و مایه خوشبختی مردم افغانستان است. ولی آقای کیانی، خب درست است، ما تجربه انتخابات ها را در گذشته هم داریم. در وضعیتی که حال روبرو هستیم، بعد از انتخابات دور دوی 2014 هم روبرو بودیم، همین گونه یک تیم می آمد می گفت که قبول نداره نتیجه را، با تقلب متهم میکرد آقای غنی را و بحث های حکومت هم مطرح میشد، حتی مردم را هم جمع کرده بودند در خیمه لویه جرگه و قرار بود که یک حکومت هم اعلان بکنه که بعدا باز اعلام نتونستن. فکر نمیکنین که باز اونمو سناریو تکرار میشه، هیچ برگ از برگ تکان نخواهد خورد، آقای غنی بالاخره رئیس جمهور خواهد؟ نخیر، چنین نیست. پس چی میشه؟ وضعیت فرق میکنه. در اون زمان نظام جانمایه داشت، نظام شیرازه داشت، در روز ما نهادهای امنیتی افغانستان بی‌طرف بودند، نه تنها که بی‌طرف بودند بلکه نقش سال بالخیر ایفا می‌کردند. در روز ما آقای غنی آزموده نشده بود، در روز ما مردم افغانستان در دورایی قرار گرفتند. یک رای بوران بود، یک رای بالاخره تن دادن به یک حکومت فراقانونی است. در طول 5 سال قانون اساسی افغانستان با حالت تعلیل است، تعطیل قرار داره، نظام جمهوری در حالت تعطیل قرار داره، دموکراسی آخرین نفسهای خود میکشه، نان از دسترخوان شهروندان ربوده شده، حکومت مسئولیت پذیر مفقود است، چور ملی جریان داره. پس وضعیت بدتر از 2014 است؟ وضعیت بدتر است، اما این وضعیت متوجه باشه میگه به تنگ آمدی به جنگ آمدی. این وضعیت انگیزه مردم قویتر برای مبارزه به خاطر سیانت از آرا، به خاطر دفاع از دموکراسی، به خاطر دفاع از عزت و شرف ساخته. یعنی از مردم شما توقع دارین مردم چی میکنن؟ ما از مردم توقع داریم که دغدغه و نگرانی‌های آیندی خود با نگفتن به تقلب حداقل بیان برطرف کنند. ما از مردم تمنا و توقع داریم که بیان مسئولیت خود از ماده 22 تا 59 قانون اساسی افغانستان فصل 2 حقوق و جای بدپا مسئولیتشان در تسجیل شده که اگر امروز تعلل و مسامحه ندانم کاری کنند، باز امروز اگر یک قرص نان است فردا اون قرص نان هم نیست. این کسایی که دارن به شرف مردم افغانستان معامله میکنن، مردمی که حداقل 70% مردمش زیر خط فقر زندگی میکنن، در پایتخت مثلا برق ندارن، یا شما
شو بگردین کابل را فکر میکنین که در یک ولایت میگردین که اصلا دور است از تمدن، اینترنت مثلا وجود نداره، برق وجود نداره، نان نیست برای مردم که نان بخوره، و پس رهبرا را باز ببینین که رهبرا در چه گونه وضعیت زندگی میکنن. از آقای غنی شروع بکنین، آقای غنی چقدر سرمایه داره میاله، چقدر مصرف کرده در کمپاینش، با پولا را از کجا کرده. آقای عبدالله را وضعیتش ببینین، در چند موتر میگرده، امکاناتش ببینین، دریشی که میپوشن، نکتایی که میزنن، همین گونه تا آقای نبیل و اینها. فکر میکنین که همین مردمی که از گشنگی میمیرن به اصطلاح اینها بیان دفاع بکنن از کسانی که اونها بالای گردایشون حکومت کرده و کار هم که باید کار لازمی که باید میکرد نکرده دیگه؟ من میخوام بیان کنم که دفاع از فرد نیست، دفاع از عزت است، دفاع از خاک است، دفاع از ناموس است که در معرض خطر است، دفاع از نظام جمهوری است، دفاع از آزادی بیان است، دفاع از برابری حقوق است که در ماده 22 قانون اساسی افغانستان تسجیل شده. بله. دفاع از سرزمین مقدس است به نام افغانستان. دفاع از سنگر ایثار و فداکاری است. این مردم افغانستان، من یقین دارم که به اون مرحله، به اون بلوغ فکری رسیدن که از حقوق دفاع کنند. مردم افغانستان همون کسایی که بیشتر از 60,000 فرزندان خود از دست دادن در برابر آقای غنی استاد میشن، عامل مسبب 90% چالشایی که امروز ما، چالشای متراکمی که در آن دست پنجه نرم میکنیم، عامل اصلی و اساسی آقای غنی است، تیم همراهشان است. مردم به وضعیت رسیدن که مجبور هستند بین، بازم تکرار میکنم، بین بقا و فنا قرار داره. با این بقا و فنا مردم افغانستان در یک آزمون خیلی خطیر قرار دارن. غنی اگه با قدرت میمونه فناست. آقای غنی به مفهوم بحران، آقای غنی به مفهوم تجزیه افغانستان، آقای غنی به مفهوم فربیسازی گروه های دهشت افکن، آقای غنی به مفهوم دفع و طرد کننده روند مصالح با مخالفین مسلح، و آقای غنی به مفهوم ویرانی بربادی افغانستان است در طول 5 سال ثابت شده. من میخوام در چند زاویه شما بررسی کنیم. در بخش امنیت کارکردهای آقای غنی را شما مطالعه کنید، در بخش اقتصاد کارکردهای آقای غنی را مطالعه کنید، در بخش ترانسپورت شما ترانسپورت هوایی کارکردهای آقای غنی را مطالعه کنید، در بخش فرهنگ آقای غنی را مطالعه کنید، در همه، در بخش مبارزه با تروریسم، با گروه های دهشت افکن، با در برابر کشت و پروسس مواد مخدر مطالعه کنید. 3 دقیقه فرصت داریم، من میخوام شما در موردی صحبت بکنید که سرنوشت دموکراسی چی میشه. حالا در انتخابات 2014 حداقل یک نامزد بالاتر از 18 لک رای گرفته بود. وضعیت را حالا ببینید، کل اشتراک کننده را کمیسیون اعلام میکنه، شما میگین که تقلب هم صورت گرفته، با امورای تقلبی 18 لک رای است. بالاخره فکر میکنین اگر این بار به گفته شما تقلب میره بالای کرسی ریاست جمهوری میشینه، سرنوشت دموکراسی چی میشه در افغانستان؟ من فکر میکنم از سال 2009 به این طرف هر بار شما به یک شکل دموکراسی رو تابوت میکنین، و این آخرین میخیست که شما به تابوت دموکراسی میکوبین و دموکراسی را فکر میکنم با تابوت دفن میکنین در افغانستان. من به سر از این که گفتین که اگر سوال را که از کیهانی صاحب عزیز کردین که اگر مردم دیگه به خاطر فرد بپا نمیشه، بله، اینجا انگیزه فردی وجود نداره و اینجا کسی ادعا نمیکنه که ما به خاطر احمد بپا میشه. اینجا مسئله صلابت، عزت، حیثیت، غرور و وقار مردم افغانستان است. اینجا مسئله پاسبانی یا نگهبانی از واژه‌ای به نام دموکراسی است. اینجا بحث افغانستان است و بحث سرنوشت رنگ دیدی مردم افغانستان است. اینجا ما پیام ندارم به مردم افغانستان که به مردم افغانستان بگم شما به پا شوین علیه ازی. این پیام مردم است که مردم برای ما میگه به پا شوین علیه متقلبین استاد شوین. صدایی را که باید ما بدین، اون صدا را مردم بلند میکنه. در ذهنتان بوده باشه که در این وضعیت شما چی فکر میکنین؟ 70,000 سرباز نیروی امنیتی به افغانستان در 5 سال حکومت آقای غنی تحت فرمان آقای غنی به شهادت رسیده. شما معادلانه بحث نمیکنین، نگوین حکومت آقای غنی، بگوین حکومت آقای غنی و آقای عبدالله. ما یک چیز خدمت شما درصد ببینید، یک چیز به شما میگم، من میپذیرم دکتر عبدالله باید در روز اول یخن غنی را میگرفت و آنچی که مربوط به دکتر عبدالله بود باید از آقای غنی میگیره.
اما دکتر شب عبدالله به خاطر مصلحت ملی، به خاطر ساختن ثبات، به خاطر ساختن نظام در افغانستان آمد، یک مصلحت کلان را انجام داد و گذشت بود. وزارت داخله از آقای عبدالله بود، لوی درستی سهم آقای عبدالله بود، در امنیت ملی هم معاون اول یا معاون دو خوب بالاخره سهم داشت. خب باید آقای عبدالله می آمد مدیریت می‌کرد. یک چیز من خدمت شما در بر اولین بار که کرسی ها تقسیم می‌شد از وزارت داخله شروع بکنه. وزارت داخله وقتی که دکتر سب عبدالله پیشنهاد کرد احمد به صفت وزیر داخله، رئیس جمهور غنی اوتومات رد کرد. یعنی رئیس جمهور غنی به هیچ عنوان، به هیچ منطقی آماده نبود که بیایه حکومت را تقسیم بکنه. شما عملکرد دیکتاتورانه آقای غنی را میبینین، وضعیت مزار را یا حرکت را که بالای خانه قیصاری انجام داده میره شما ببینین. تا دیروز قیصاری آدم بد بود، به میلا پشت میلای زندان بود، بعد از اینکه رفت به خاطر کمپاین به دکتر غنی بسیار آدم خوب شد، آدم شریف شد، با مسلح رفت به مزار رفت. روزی که بسله انتخابات ختم شد شما وضعیت را دیدیم که شهر مزار شریفه به یک آتشخانه، به یک ماتمسرا تبدیل کرد به خاطر منافع شخصیشان. درست. و هیچ مرجعی وجود نداره که مقابل از این آدم استاد شود. ما بحث مردمی است که مردم دیگه به دیکتاتوری نه میگه، مردم به استبداد، به ظلم و به قانون شکنی نه میگه. یک طرف با صد افغانی رشوت پشت میلای زندان میره و یک طرف با میلیون ها دلار فساد و فساد اداری و فساد اخلاق با هر دوش آزاد میه به این ملک حکومت میکنه. و فکر میکنم که کارت به استخوان مردم رسیده دیگه، مردم تحمل این وضعیت را در افغانستان. خیلی سپاسگزارم سمیع الله سمیع، موضوع پیشین مجلس نمایندگان و عارف کیانی سخنگوی تکت انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل از حضورتان در برنامه. پس از وقفه کوتاه بحث را ادامه میدیم با مهمانان دیگر. با ادامه برنامه خوش آمدین. در این بحث بخش برنامه ممر نصحت عضو ستاد انتخاباتی وفاق ملی به رهبری احمد ولی مسعود و سید جواد حسینی عضو کمیته سیاسی تکت انتخاباتی دولت ساز با ما حضور دارن. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای نصحت، دیدگاه و موقف تکت شما چه است در پیوند به اعلان نتیجه انتخابات 1398؟ به نام خداوند یکتا و هستی ساز، با ادای احترام به شما مهمان محترم برنامه، کارمندان بخش تختگی تلویزیون و هموطنان درد دیده و عذاب کشیده، موقف تکت انتخاباتی تیم وفاق ملی از قبل نسبت به روند انتخابات مشخص بود. ما با وجود که چالش های از جانب تیم های حکومتی خلق شده بود، تهدیدهای از جانب طالبان هم مطرح بحث بود، با وجودی که ما باور نداشتیم که بستر به انتخابات وجود داره، ولی ما امر را به فرصت تبدیل کردیم، رفتیم به پای صندوق قایلای. از قبل ما باور ما همی بوده از گذشته های دور که اعتماد سازی باید صورت بگیره تا بستر به انتخابات قانونمند ایجاد شوه. باور ما این بوده که به اساس طور به اساس آذان تیمای حکومتی کسی نماز نمیخونه، پس صندوق های رای کسی نمیره چون بی اعتمادی به وجود آمده. همونطور هم شد، در پشت صندوق های رای کسی نرفتن، رای بسیار کم مردم دادن، انتخابات کم رنگ بوده. وقتی که طور توپ در میدان کمیسیون انتخابات افتید، ما دیدیم که کمیسیون انتخابات چیزی که ما فکر میکردیم، باور ما شکستانده شد در وجه هم. کمیسیون طرز العمل را نقض کرد، کمیسیون قانون را نقض کرد، کمیسیون کاملا تابع فرمان تیمای حکومتی شد، کمیسیون به انحراف رفت. بالاخره تیم وفاق ملی در چوکات شورای نامزدا رسما تصمیم اتخاذ کردن، ما تغییر موضع دادیم، موقف ما روشن شد که ما انتخابات کاملا پایان یافته باشه اعلان کردیم و حکومت مشارکت ملی انتخابات میوره ما مطرح کردیم که در او راستا فعلا ما مصروف لابیگری با جریان‌های سالم سیاسی، هدفدار ملی، با جامعه جهانی و در کل مردم افغانستان هستیم. یعنی شما به این باور هستین که اعلان نتیجه که صورت گرفته اساسش از تقلب است و نمیپذیرین این نتیجه؟ کاملا ما قبلا موقف ما روشن بوده که نتیجه برآمده از تقلبی که وقتی که ما در دو پری ترازو تقلب در یک پری ترازو رای شفا و دیگر پری ترازو بانیم، تقلب کاملا به زمین میره و رای شفا به آسمان میره و با حکومت برآمده از هم چون یک نتیجه به درد مردم نمیخوره، بورانساز است و ما قبلا تصمیم گرفتیم که ما نمیخوایم بخشی از بوران باشیم. ما میخوایم بخشی از به خاطر ختم بوران نقش بازی کنیم، نه اینکه ما بخشی از بوران به نتیجه انتخابات باشیم. سپاسگزارم آقای حسینی. خوب
در کنار از این که شما حرفای آقای نصحت را شنیدین که نتیجه را نمیپذیره، پیش از شما سخنگویان تکت های انتخاباتی ثبات و همگرایی و مینگون امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل بودن. هر دو اونها هم میگن که تقلب شده در نتیجه، حتی امنیت و عدالت میگه که رای اونها دزدی شده و به نفع تکت انتخاباتی دولت ساز استفاده شده. میپذیرین؟ من خداوند مزرگا مهربان زمن عرض سلام خدمت شما مهمان گرانقدر، دستان در کاران و همه بینندگان عزیز. سلامت باشید. من میخوایم اول خدمت ملت افغانستان تبریک عرض بکنم از این که نهایتاً بعد از نزدیک به 3 ماه انتظار نتیجه ابتدایی انتخابات اعلام شد. شما میدانید که متاسفانه وضعیت عمومی کشور در یک وضعیت بسیار حساس و در یک نابسامانی به سر میبره. وضعیت معیشتی مردم مخصوصاً بحث تجارت و کالا و این انتخابات در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی افغانستان متاسفانه تاثیرگذار بوده و شرایط بدی را به همراه آورده بود، از این که معلوم انتظار میکشید، چون این مسائل طبعا مرتبط با انتخابات رای جمهور آینده افغانستان میتونه باشه و در نهایت امروز اعلام شد. این را من تبریک میگم خدمت ملت افغانستان و همچنین ای که در مرحله اول تیم دولت‌ساز توانسته است اکثریت آرا را به دست بیاره، یعنی 50 بالاتر از 50، ای را هم خدمت تیم دولت‌ساز و ملت افغانستان تبریک عرض میکنم. شما ببینید که اولا این را ما میپذیریم که متاسفانه کمیسیون مستقل انتخابات آنچنان که باید عمل میکرد نکرد و نواقص در درون کمیسیون وجود داشت که پاسخگوی او تیم دولت‌ساز نیست. ما اتفاقا بعض از انتقادایی از کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم، ولی به خاطر مساله عمومی، به خاطر مردم افغانستان، به خاطر که ما زیاد به بنبست انتخاباتی نرسیم، ما این اتفاق پذیری از خود نشان داریم. یعنی میپذیرین که تقلب صورت گرفت؟ ما تقلبی که تاثیرگذار روی تیم ما باشه نه، ما انتظار بیشتر از این رأی داشتیم بر اساس در طرز عملایی که خود کمیسیون انتخابات اعلام کرد. یعنی رأی شما کم شده میگید؟ ما میگیم در ما رأی بیشتر از انتظار داشتیم. بله، در او چیزی که خواسته که ما داشتیم به اون میزان رأی ما کم شده. من مثال میزنم. بله. خدمت در روز برگزاری انتخابات شما شاهد از این بودید که کمیسیون اعضای کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که کسایی که مشکلات در قسمت بایومتریک، اکثر مشکلات به وجود آمده بود، گفتن کسایی که نامشان در لیست هست اونا میتونه که رای بدهد و او حساب شوه. بله. اما بعدن شما دیدید که عملاً معیار رای بایومتریک حساب شد، یعنی یک تعدادی از کسایی که در انتخابات شرکت کرده بود و در روز اول خود کمیسیون اونا رو مدار اعتبار اعلام کرده بود بعدا نقص کرد. کسانی که در روز انتخابات شرکت کرده بود در لیست نامشان بودن، اما دستگاه بایومتریک بعضی مشکلاتی داشت، اونا نف شد. یعنی به این در حقیقت ما از اول خواستار از این بودیم که باید اینا را نه، یه اتفاقی یک مسئله بسیار کلان است که در اکثر شما ببینید یک مسئله بسیار کلان است که در اکثر شما ببینید که در اکثر سایت های رایدهی در سطح افغانستان مشکل وجود داشته. پس یک مسئله کلان است، یک مسئله خلط نیست، مسئله است که ده ها هزار رای میتانست که به همراه بیاوره، چی به تیم دولت ساز و شاید هم در تیم های دیگه، ولی خواسته ما نادیده گرفته شد. این فیصله ما نبود، فیصله اعضای کمیسیون بود که بعدا او را نقض کرد، ولی ما بازم به خاطر این انعطاف پذیری از گذشتیم. ما انتظار رای بیشتر از این را داشتیم. بازم متاسفانه خب در افغانستان این رسم است که ال تیمی که رای ناورد میگه تقلب کرد، اگر ما رای می آوردیم. یعنی تیمایی وجود داره که شاید چند صد رای رایشن به اگر 800 رای داره به 1000 رای رایش نمیرسه، ولی او ادعا داره که تقلب نمیشد، ما رای جمهور میشدیم. این متاسفانه یک رسم شده. ادامه بحث را پس از وقفه کوتاه دنبال کنید. به ادامه برنامه خوش آمدین. آقای نظر، تکتی که شما از اون نمایندگی میکنین، تکت احمد ولی مسعود 3942 رای گرفته. آقای حسینی را مرفایش شما شنیدین، اینها میگن هر کسی که رای نگرفته میگه که تقلب شده. واقعا خب
ای بس مطرح است یا رأی شما دزدی شده مثل که ادعای تکت انتخاباتی امنیت و عدالت بود یا چه؟ خب چند تا میتونه طور فیگر مطرح بس باشه. اولی که تیم وفاق ملی قبل از انتخابات باور نداشت که زمینه به انتخابات مساعد است. من قبلا توضیح کردم با دل ناخواسته که بستر هموار هم به کل تیم‌ها نبودن، ما به طرف کمپاین رفتیم. ولی کمپاین کردیم. کمپاین ما نکردیم به خاطر اینکه مسئله صلح مطرح بس بوده، کمپاین دو تیم حکومتی میکردن که امکانات پیشان بوده، ما کمپاین هم نکردیم و چون میدونستیم که وضعیت چگونه هست بستر به انتخابات نیست. ما از روز اول مدعی نبودیم که تو رئیس جمهور برآمده با ایرای میتونه مشروعیت داشته باشه، قانونیت داشته باشه و تشکیل مدیریت بکنه. ولی رأی شما و ما ادعا هم نکردیم که مای قرای. ولی حالا میم سری مسئله که بحث مشروعیت و قانونیت وقتی که مطرح بحث هست، ببینین ما 37 میلیون میم سر اصل نداره دوست ما، 37 میلیون گفته میشه به شکل احتمالی که در افغانستان نفوذ هسته، از جمله 37 عبدش باید واجد شرایط رایدی باشه که از عبدم 2 میلیون واجد شرایط داره. خب اگر ما اینا مناسبه بسازیم او 9 میلیون و 600 هزار کمیسیون ارقام داد که واجد شرایط ریز باید به یا رای بتن. از اون جمله بعدش هم گفتن که احتمال داره با توجه به که 1582 سایت زیر تهدید هست شاید یک 4 میلیون بایسند قایرای بره که ما باور داشتیم نه وقت شام که 4 میلیون بره. و بعدش هم شما دیدین که گفته شد که 9 میلیون و 2 میلیون و 900 هزار مردم به پای صندوق قایرایی رفتن که با جعل و تقلب و تزویر و صندوق پرکن کلش عمق کمیسیون ارقام داد. یک روز بعدش مطرح کردن که نه 700 هزار ازی رای تقلبی بود، 700 هزارش رای تقلبی بود. خب بحث مدعی است که نمی 700 هزار رای تقلبی که مشخصا مربوط به تیمای حکومتی من جمله دولت ساز بوده، بله، مطابق با قوانین موضوعی کشور، مطابق با قانون کمیسیون انتخابات، مطابق تزل عمل ها، کسی که تقلب کرده بود رای مشخص شد، سایت مشخص شد. دید ما همی بوده که چرا همی متقلب وقتی که 700 هزار رای تقلب کرده ای از لست حذف نشد مطابق قانون و چرا با سران ولی معرفی نشد. یک طرف بس، طرف دیگه بسی است دو اینایی است که شما رای نبردین. مثلا شما 100 هزار تذکره بردین به کمیسیون مستقل انتخابات، رای که گرفتین 3942 رای است. آقای احمد ولی مسعود هم این قدر رای گرفته. حالا مو 100 هزار نفری که به شما تذکره داده بود حداقل 20%شون به شما رای نداده. ما به این شمارش باور نداریم. خب این رای است که از تمام کاندیدا قیچی شده رای پاکی که شامل اینمی 900 هزار رای میشه، رای پاک دیگه کاندیداست که قیچی شده در تفاهم. شما چقدر رای بردین به اساس اسناد و ریزل شیتایی که پیش شما است؟ ما به این باور نداریم. به این رای ما رای ما اگر قراری باشه که رای شفاف پاک تثبیت کنن، هر رای چتل مردار تقلبی و که صندوق پر شده پاک کنن، بهترین رای پاک سوچه را شورای نامزدها دارن با استثنای تیم دولت ساز. رای مناپاک دارن. ولی 3942 نفر شما برنده بودین اگر پاک سازی صورت بگیره رای تقلبی جدا؟ یقینا رای ما بالاتر از این است. ایده ها قیچ شده به یا برده شده، رای تمام نامزادا تراکم کرده به یا به اساس مهندسی کمیسیون کرده بودن. ولی بس ده ای است که گیریم که امی از ما می بود، بله. یعنی ما میتونستیم نظام مشروع تشکیل کنیم با 900 هزار رای؟ نه، در حالی که ما 900 هزار نیش، رای شما 3900. مثال گفتم که امی کلش اگر از ما می بود، بله، از ما می بود، ما قادر نبودیم نظام مشروع تشکیل بکنیم. نظرت ما یک چیز را نفهمیدم، رای شما دزدی شده؟ بله، چقدر شکل نیست؟ یقینا که در کاتگوری 2-3 خوبات ما می بودیم. رای ما دزدی شده با توجه به آماری که مطرح میکنن. ما بار شکایت خواهد درج کردیم، حالا هم شکایت درج میکنیم. ولی به هر حالتش، هر رایی که باشه، هر قراری که باشه، ما قبلا طرح بدیل دادیم، ما باور به این نتیجه نداریم و قبلا ما گفتیم این نیست که پیش از اینکه نتیجه داشته ما بگیم دوست ما تکن که کسایی که میگن رای نبرده، کسایی که رای نبرده میگن که مسئله تقلب مطرح میکن. ما قبل از اعلام نتیجه موضوع را مطرح کرده بودیم، گفته بودیم گپا ما قبلا شورای تشکیل که مساوی کنیدا حکومت مشارکتی را مطرح کرده بود که انتخابات میبره که تنها در ساختار حکومت تغییر میه. ما این موضوع را مطرح کردیم. حکومت مشارکتی و حکومت که حداقل گفته میشه از طرف تیم ثبات و همگرایی چند لحظه پیش گفت حکومت موازی را اعلام میکنن، گزینه آخرشانی است. راه حل است این موارد آقای حسینی؟ شما ببینید که دوست عزیز ما بحث مشروعیت چه کردن. ما یک بحث حقوقی داریم، یک بحث مشروعیت، هر دویش مهم است. در بحث حقوقی حداقل در این مرحله یک برنده باید اعلام میشد و در برنده بعدی هم قطعا در
اعلام نهایی هم برنده اعلام میشه که در این مرحله خوشبختانه ما هستیم، حالا شاید هم تغییر بکنه و ما نمیفهمیم، باید کمیسیون انتخابات مرحله نهایی را اعلام بکنه بعد از رسیدگی به شکایات اینا. از لحاظ قانونی هر کسی که اعلام شود حکم قانونی داره، مشکل نداره. بحث مشروعیت یک بحث جداست اما مهم است. ای کاش که ملت افغانستان به صورت گسترده در انتخابات شرکت میکرد و مشروعیت نظام بعدی طبعا میتونست بالا باشه، اما در حال حاضر همی به این معنا نیست که حالا چون که مردم کم شرکت کرده متاسفانه وسط متاسفانه ما انتخابات باطل اعلام بکنیم، معنا نداره، چون از لحاظ قانونی مشکل نداره و باز هم در دولت آینده میتونه که حکومت بعدی با می میزانی که انتخابات امروز مردم شرکت کرده با رفتار و عملکردهای خود جبران بکنه، بله، اون مشروعیت بالا ببره، یعنی با کارکردی که میتون از خود نشان بده این مشروعیتی که در ابتدا یعنی یک مقدار زیر سوال رفته و در قسمت میزان شرکت کننده ها ای با یک عملکرد سالم میتونه مشروعیت عمومی را بازم به همراه بیاره. این که راهکار چیست؟ حتما برمیگردیم راهکار را باز از شما پرسان میکنیم. ادامه بحث را پس از وقفه کوتاه دنبال کنید. بحث تا بخیر راغلی مامور احمد زید ولسی جرگی غړی موږ سره په بحث کې اوځای سو. احمد زید صاحب، بحث تا بخیر راغلی. که څه هم د لومړنۍ پایلو په اساس باندې ټاکنې پایله لري او پایله یې حداقل ګټونکی هم لري، ښاغلی غني پوره کړي هغه 50 جمعیه ورای، ولې مهمه خبره دلته دا ده چې اوس یې څوک نه مني. د ښاغلي حکمتیار څرګندونې پرون تاسو واورېدې، ثبات هم پالنې ټیم استازی موږ سره مخکې د تاسو نه و، هغه وویلې چې حتی دې ته هم آماده دي چې یو موازي حکومت اعلان کړي. وفاق ملي ویاند هم دلته ناست ده، دوی هم نه مني. بالاخره څه به کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه نه مخکې تاسو ته او راسره مېلمانه او ستاسو تخنیکي همکارانو ته او د تاسو تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. واقعیت موږ ته د په دې باندې خوشحاله یو او ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې نتایج بالاخره کمیسیون نتایج اعلان کړ، ځکه که موږ راسو د افغانستان اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت ته وګورو، واقعیت افغانستان باندې یو بد د اغېزه کړې وو انتخاباتو ټاکنو. خلک تللي وو، خلکو صندوق په دې سختو شرایطو کې خلکو رایه ورکړې وه او خلکو غوښتل چې د خپلو رایو نتیجه دوی ته معلومه شي، د خپلو رایو نتیجه باید دوی وویني، چې هغه خوشبختانه هغه د نن اعلان شو. او بل راځو، دا د انتخاباتو نه منل دا اوس په افغانستان کې یو عرف ګرځېدلی ده، او هر څوک دا دعوا کوي چې تقلب ده. بلاخره خو ولس ته خو بیرته نه شي ویلی چې ما رایه نه دي ګټلي، ما ته ما باندې ولس باور نه ده کړی، ما ته ولس رایه نه دي راکړي. خو بلاخره یو بانه نه یو بانه به ځان ته پیدا کوي، یو هیله به ځان ته پیدا کوي، همدې دعوه به کوي چې تقلب سوی ده. خو زما غږ په ټولو کاندیدانو باندې همدغه ده، که هغه ډاکټر صاحب عبدالله ده، که هغه حکمتیار صاحب ده، که هغه رئیس صاحب جمهور ته، زه ټولو ته درناوی لرم، ځکه د افغانستان مشران دي. خو راځئ موږ چې وایو وخت کې موږ د دیموکراسي چتر لندې زندگی کوو، راځئ دیموکراسي موږ نور ملکونو نه زده کوو، راځئ د نورو ملکونو دیموکراسي چې هلته تمثیلیږي موږ هم دیموکراسي په خپل ځان باندې تمثیل کوو، او موږ شخصي ګټو ته ونه ګورو، موږ د افغانستان د ولس بقا ته وګورو، د افغانستان د ولس هغه کوم غوښتنې چې دي هغو ته وګورو. ځکه یو د انتخاباتو بحث بل ورته ورسره د صلح بحث، که موږ یو نظام ونه لرو، که موږ یو حکومت ونه لرو او هغه د ولس په رایو راغلی حکومت ونه لرو، نو بناءً دلته د سیمې هیوادونه چې هغه زموږ مخالف هیوادونه دي او هغه غواړي افغانستان په یو بحران کې واوسیږي، او ورته دوی سره لکه عمده بحث طالبان دي، طالبان هم د خلا نه استفاده کوي او دوی غواړي چې دلته یو خپله امتیازګیري وکړي. نو زما غوښتنه له ټولو مشرانو همدا ده چې راځئ د افغانستان د ولس او د افغانستان د ولسونو د درد لپاره هغه ماشومانو باندې د زړه
رحم دیو کی هغه ما شومان باندې درد دیغه درد دی خپل درد احساس کی چې هغه په څو ورځې مخ کې تاسو خپل پرسنوي کې اعلان وکړ چې بنګرهار کې په سپونه په غرونو کې ویل په سپونه کې اوسېږي هغه ما شومان باندې رحم وکي چې هغه دی بیګاو دی سبا ډوړی نه لري هغه ما شومان باندې رحم وکي چې د دې سړې سړې د زمي موسم د سړه هوا کې د ځان ګرمول لپاره دوی د سیسنل ریسزان په کې ګرم وساتي او خپل ځان ته نفقه نصی پیدا کولې دی بیګاو دی سبا ډوړی نه لري اوس خو ک مونږ راځو د سیاسي چيري ګورو د چاکور په امریکا کې دا د چاکور په هندستان کې دا د چاکور په لندن کې دا د یغه اولادونو خپل تارام ژوند کې یغه برق لري یغه ژوندۍ لري یغه حالت درس او تعلیم ته لاسرسي لري اما زمنګ هغه بیچاره ولس سنندر بدل ده ذلیل ده فقیر ده په هغه باندې رحم نه کوي بس ته نو دې وطن وینم خرڅ کړل دې وطن عزت هم خرڅ کړ خپل افغانیت هم خرڅ کړ خپل کلتور هم خرڅ کړ خپل فرهنګ هم خرڅ کړ نور ده بس ته په دې وطن باندې رحم وکړي په دې ولس باندې نور رحم وکړي اوس دا رحم باید څوک وکړي دلته مثلا دوی وایي چې تقلب سوی تقلب مشخصا د دولت ساس تیم د خواته نه پخې وای دوه تقلب کړی نو که رښتیا پایله د تقلب په اساس باندې کنه د پایل اعلان نو بیا فکر نه کوي چې دولت ساس باید توجه وکړي د خبرې ته ګوره تر اوسه ما درته ویلي تر اوسه مې اشاره درته وکړه چې دا یو عرف ګرځېدلی ده یو عرف ګرځېدلی دولت ساس نه راځه په دولت ساز یو اشاریه یو 50.3 پیتر فیصد رای وړی ده صوبات همګرای نه 10.2 فیصد رای وړی ده او دې ته ورته د حکمتیار سمې دقیقا نه دی پیاد سی هغه 2 فیصد رای وړی ده یو اشاریه نو خو بیا هم هغه نه کرای رقم کې خو دوی خو هغه سم نشي رسیدلای ولې دوی وایي چې رای پټی سی مثلا د احمد ولی مسعود د ټیکټ استاز موږ سره ناز ده 19 سی وایي چې دوی رای قیچ سی وي وروره دا ما درته ویل دا یو اور منګه احمد ولی او د یو ورور ته ټول ته موږ درناوی لرو احترام لرو درته ویل چې بیا هم د دوی راي چیرې پټي سي دا یو عرف ګرځېدل دی ورور دا خو موږ چې وی بایلو بیا برته راځو ای ما نه غلا سوي دا خو پرې دي کمیسون د انتخابات خپل پایلې اعلان کړلې او کمیسون د شکایت واست ورسې تاسو سهار د لایل لري شکایت لري هر څه لري کمیسون د شکایت ته مراجعه وکي هغه موین وخت په هغه وخت خپل شکایت وکي او کمیسون د شکایت به دا چړنی وکي آیا دا چړنی تاسو غوړی تاسو خپل چړنی وکي تاسو د پاکونه فکر را بیل اجازه که جنوزه سب جواب در که حالا نتیجه اعلان شده بیاین بپذیرین خب شما رای تان کم است میاین ادام میکنین که رای تان قیچی شده یا هر مسئله دیگه این میگه یه گرف گشته برازی هر کسی که شکست بخوره میگه تقلب صورت گرفته ببینین امازه سب سر چند مسئله که واقعا طور مم نگران هستیم نسبت به او چالش هایی که فرای مرد ما هستن و شاره کردن گفتن که مردم در فقر به سر میبرند نان نیست مردم در بیامنیتی به سر میبرند مردم بی برق هستند مردم بیکار هستند اولادای دیگر را در بیرون هستند همین گپ نگفتن که تای 5 سال یا 19 سال همین مسئولیت بیکاری و بینانی و بیبرقی را کی به عهده میگیره آیا همین تیم بیکاری که به گردای ما 5 سال بار بود ما دامنه های بران به شکل به سه تجربه که امتای سال متمادی ولی 5 سال اخیر که با ستم ملی همراه بوده واقعا دل خراش کننده بوده نه تنها در تمام شون مردم افغانستان حتی در جامعه جانی سرعت کرده کشور فاسد معرفی شدیم دوست معرفی شدیم رزن معرفی شدیم قاچاقبر معرفی شدیم هیچ چیز برای ما باقی نمون همین مسئله کی میگیره آیا او کسی که مسئولیت فزیر نیست تا 5 سال آیا ما رایی که او را به شکل تقلبی جلیش به او اختصاص داده کمیسیونی که به مندسی شده بود اینا ما بپذیریم چرا ما چرا بخشی از بوران باشیم ما میخواهیم برای ختم بوران کاری باید بکنیم نه که ما شامل بوران شویم ما نمیپذیریم میره گپ دیگه ای که دوست ما مطرح کردن همون شکلی که پیشتر دوستگی ما در رابطه با دفاع از تیم دولت ساس مطرح کردن اما زیر مطرح کردن که این عرف شده کسی که نتیجه رایش کم بود نتیجه را قبول نمی کنه ولی خوشبختانه باید گفت که ما از روز اول به باور بودیم زیر چتر مدیریت این حکومتی که اعتماد مردم بالاش نداره که انتخابات بیاد از قبل ما گرفتن رای یک حرف دیگه است شما مثلا رای تان را ببینین رای تان کمتر از 4000 رای است ما هیچ وقت ادعا نمی کنیم که ما رای میلیونی را گرفتیم بله اجازه بدین ما هیچ وقت ادعا نکردیم و نمی کنیم ولی بحث حقوقیش دیگه است که آیا با همین رایی که با می رای که 50 جمع یک هم تکمیل نشده به حساب دموکراسی اکثریتی تکمیل نشده میتونیم ما نظام مشروع تشکیل کنیم میتونیم ما 37 میلیون افغانستان با این رای تمکین بکنیم بله
بله اساس قانون قانونی شلایده مسئله است، ولی بخش مشروعیت مردم برش میده. آیا مردم تمکین میکنه به حکومتی که ما میسازیم؟ اول می که دو تیم حکومتی با هم گزینه بعدی شما چی است آقای نصرت؟ گزینه بعدی شما چی است؟ گزینه بعدی ما قبل از اینکه نتیجه اعلان شوه، امروز ما گزینه بعدی مطرح نکردیم. ما وقتی که درک کردیم که کمیسیون کاملا مندزی شده، کمیسیون به انحراف رفته، طرز عمل ما را نقض کرده، قانون نقض کرده، کاملا دولت ساز وجود نفوذ کرده، لنگر انداخته، اسناد دقیق اختیار ما داریم. وقتی که ما درک کردیم که در پکتیا، پکتیکا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، بغلان و غیره والیا صندوق ها را پر کردن، این اسناد ما به دست آوردیم، به تفاوت موندن، همه را شکایت خود را به کمیسیون ما تقدیم کردیم، اقدامات صورت نگرفت. بعد در چوکات شورای نامزدا ما طرح بدیل مطرح کردیم که تشکیل حکومت مشارکت ملی انتخابات میور که ساختار قوای مقننه به جاش باید باشه، قضایه به جاش باید باشه، تنها حکومت درست. میتونه که بخاطری که ما تونسته باشیم رای پاک مردم را حفظ کرده باشیم. واقعا ما منطق طرح ما در کجا هسته؟ ما باور ما در این که دموکراسی اکثریتی 50 جمعی یک بستر در تقلب باز میکنه و قبلا میکاره که تجربه نشانده کارگر نفتی داد دموکراسی اکثریتی 50 جمعی یک منطق مسئله ای بوده که ما طرح یک بساز تفاهم دموکراسی تفاهمی یا تطور موافقتی مطرح کردیم که اون میتونه جمع اعتماد بین مردم ببار بره. ما باز هم تکرار میکنم که ما هیچگاه ادعا نکردیم که ما رو میداریم، ولی با این رایی که دیگر را گرفته نمیتونن که نظام مشروع تشکیل هم بکنه. سپاسگزار. حالا خب یک بحثی است که میگه نظام مشروع تشکیل نمیشه، در کنار از اعتبار مردم بالای دموکراسی هم مطرح هست. یک انتخاباتی که کمیسیون اعلان میکنه که بالاتر از 18 لک نفر در او اشتراک کرده، گذشته را ببینین هر انتخاباتی که میایه اما تعداد آمار اشتراک کننده پایین میایه. فکر میکنین اگر این بار بالاخره نتیجه پذیرفته نشه، بریم به حکومت مصلحتی یا هر حکومت دیگه که مشارکت ملی اینها که مطرح میشه، فکر میکنین بعد از این باز مردم رای خواهد داد، بالای دموکراسی اعتماد خواهند کرد؟ شما ببینید که اولا که هر چیز باید در جای خودش بحث شود. بله. اگه ما مثلا در حکومت قبلی دارای یک سری نارسایی ها بودیم، مشکلات بودیم، اگر مردم کمتر متاسفانه در انتخابات سهم گرفته و این که انتخابات بالاخره نتیجه انتخابات اعلام میشه و یک نتیجه قطعا خواهد داشت. هر چیز باید در جای خودش بحث شود. اگر ما بخوایم این را دو طرف بزنیم، این را دو طرف بزنیم، آخر چی نمیشه. ما زمانی میتونیم از یک طرح استقبال بکنیم که او طرح در چارچوب قانون تعریف شود. نمیشه که سیاسیون شب بشه نخانه یا یک خواب ببینه سوشتو بهش تفسیر بکنه بگه یه تعبیر ای طرح ما یه معنا نداره. طرح میتونه قابل پذیرش باشه منوط به این که در چارچوب قانون تعریف شود. ما به عنوان مثال مثلا ما از این انتخابات حتما یک نتیجه خواهد داشت، یک برنده بالاخره داره. این هیچ عقل باور نمیکنه که 18 کاندید یا 2 کاندید رایش مساوی است. این هیچ عقل باور نمیکنه. نه حتما یک برنده خواهد داشت هر کس بود. وقتی که ما در اینجا یک برنده داریم، از اون طرف دوست بزرگ عزیز ما میگوید که ما از ابتدا باور نداشتیم در انتخابات، بازم گفتن که ما به دنبال بحثم به صلح بودیم، کمپاین نکردیم. خب چرا شرکت کردید شما؟ شما کاندید دارید، میگید ما در انتخابات باور نداریم، کاندید میتیم. خودش در تناقض نه، کسی که در انتخابات باور نداره نباید اشتراک بکنه. کسی که بازم میگه ما کمپاین نکردیم به خاطر صلح یا دلایل دیگه، پس انتقادم نکنه. انتظار از این هم نداشته باشه که رأی بالا بیاره، چون رأی بالا آوردن نیازمند کمپاین است. در هیچ جای دنیا نیست، وجود نداره که بدون کمپاین رأی بیاره. اینا میگه ما کمپاین نکردیم، باور نداشتیم، پس چرا شما شرکت کردید و امروز اعتراض میکنید؟ به عنوان نمونه بلد. اگر اینا مثلا بخوای طرحی که در قالب قانون پیاده شود، میتونه مثلا اینا بیایه با پذیرفتن نتیجه انتخابات خواهان مشارکت در حکومت بعدی به یک نحوی در حکومت بعدی شود، این قابل تحمل است. یعنی انتخابات قبول میکنه،
نتیجه انتخابات میپذیره، ریاست رئیس جمهوری که اعلام میشه پذیرفته میشه، ولی بازم میگه به خاطر نمی مسائلی عمومی و بعضی مشکلاتی که وجود داره شما بیایید حکومت بعدی را به یک نحوی از گروه های سیاسی مشارکتی تشکیل بدید که به معنای تقسیم بندی نیست، به معنای یک تفاهم است، یعنی یک سهم برشون داده، بر یک سهم داده شود تا این نام در حکومت بعدی بتانه که نقش بازی بکنه. اما یکی که مثلا امی که ما در حکومت قبلی دارای یک سری مشکلات زیاد بودیم، خودش بحث از این بود که در درون حکومت مشکل وجود داشت، حکومت وحدت ملی نتیجه نداد. این نمیشه که ما نواقص حکومت قبلی را صرف به گلدن آقای غنی بندازیم، بگم چون رئیس جمهور بود همه چیز خراب کرد. اگه خرابی وجود داشته در او آقای عبدالله نقش داشته، اگه خرابی وجود داشته دیگرایی که به نوعی در حکومت دخیل بوده همه نقش داشته. لذا تنها راهی است که ما باید فرهنگ انتخابات با تمام چون و چراهایش بپذیریم و بپذیریم که برنده در انتخابات وجود داره و باید به او برنده تبریک گفته شد. خیلی سپاسگزارم. احمد صاحب ثبات هم پالن تیم اعلامیه ورکړی، هغې کې ویلي تر څو پورې چې درې لکه رایې چې هغوی پرې مشکوکه دي، وایي مخکې د وخت و بعد د وخت نه استفاده سوي، همدارنګه هغه کوم تقلبونه چې سوي، تر څو پورې چې دغه تصفیه کاري ونیسي پایله به نه مني. بیا د دې نه مخکې تاسو مثلا د ښاغلي دوستم څرګندونو ته حتمن پام ده چې هغو ویلي و که دا ځل مثلا څوک د دې ټیم په مقابل کې درېږي، حتی د مرمۍ نه به هم په هغه باندې استفاده کوي. د وزیر د دفاع خبرې به هم حتمن په یاد وي، هغو ویلي چې په انتخاباتو کې چې هر څوک مثلا راځي اعتراض کوي، هغه څوک چې برنده ده د هغه په وړاندې به درېږي، د امنیتي ځواکونو نه به د هغه په وړاندې استفاده کوي. فکر نه کوي چې دغه ټول که سره راټول کړو په دې معنا ده چې افغانستان به یو بحران ته بوزي؟ یو دیموکراسي ده چې موږ باید دیموکراسي ته احترام کړو. کمیسیون د انتخاباتو خپلې پایلې اعلان کړي او قانوني مرجع دا صلاحیت کمیسیون انتخابات او کمیسیون د شکایت لري، دا پریکړه د دوی په لاس کې ده. او یو خبره د زورواکي ده، زورواکي نن افغانستان کې ختمه ده، نن زور نسته په افغانستان کې، او د افغانستان ولس زورواکي نور نه مني. افغانستان ولس ته زورواکي د زغملو وړ نه ده. که چیرې زورواکي کوله ارګم په زور نیو، پاچایم په زور نیوله، بیا به کمیسیون د انتخابات نه تللی، سبتینام به م نه کوه، سوټی به م نه کوه. ولې نه دی نیولی هم نه صاحب، ګورئ دلته مثلا حکمتیار صاحب ستا چې هغه دا پایلې نه مني، ښاغلی عبدالله په ټیم کې وګوري هغه کوم حزبونه چې حداقل حزب ورته ویلی سو او دوی ځانونه پر نفوذه ګڼي، دغه ټول په دغه د افغانستان احزاب چې نن احزاب دي، تس په نامه باندې احزاب دي، ملی احزاب نه دي. د افغانستان ملت نه نمایندګي نشي کولی. په حقیقت کې درته وایم هغه احزاب چې نن لارې بندوي، نن ولسونه راباسي، نن په افغانستان کې جنجال جوړوي، وایي زه جنګ کوم، لارې تړم، توپک اوله موږ دا باید ځان سره ومنو، توپک او زه ډز کوم او زه مرمۍ ولم او زه خلک وژنم، دا خو دیموکراسي نه ده، دا خو ته بیا په زور باندې پاچهي اخلي. ولې مخکې بیا دلته ګورئ، دلته مخکې د ښاغلي نبیل ویان دمو دو ویلي چې ده ته موږ پایله نسو ویلی، دا یوه انتخاباتي کودتا ده. که یو کس بیا راځي په تقلب باندې غواړي واک ته ورسېږي د تقلب د لارې نه، بیا نو دلته د دو په وړاندې غلي پاتې کېدل فکر نه کوي. درسته ده، ټول ټیمونه بغیر له دولت ساز نه د تقلب ادعاوې کوي. درسته ده، ادعاوې به څوک څېړي؟ شکایت کمیسیون. شکایت کمیسیون مربوطه کمیسیون نه دي. آیا دا صلاحیت موږ ثبات او همټولنې ته او یا دا د نورو ټیمونو ته ورکړي چې دوی وڅېړي؟ خو پرېږدي صلاحیت ورکړي کمیسیونونو ته. دغه د کمیسیون آزاد چې نن کمیسیون کې کمیسیون رهبري کوي او نن یې پایلې اعلان کړي، دا د چا په ګمارنه دا خلک راغ؟ دا رئیس جمهور ګمارلی و که همدغه اتلس نفره کاندیدانو، همدې اتلس نفرو په هر کس خپل نفر معرفي کړی دی او هلته آزادانه رایه دوی ورته استفاده کړې ده. نن که موږ وایو چې کمیسیون کې نفوذ سوی ده، څوک وایي په کوم اساس باندې نسو؟ ګوره، یو بې بنیاده او بې اساس ادعاګانې کول دي. که چیرې ادعا لري او اسناد لري، شواهد لري چې تقلب سوی ده، نو بینان کمیسیون د انتخاباتو خپلې نتایج اعلان کړي دي. شکایتو کمیسیون موجود ده، هغه محکمه دي همدغه د قضایو د څېړنو لپاره، د تقلب لپاره، د پاکو د ناپاکو رایو د تفکیک لپاره
د شکایت کمیسون ده او دا صلاحیت لغه کمیسون سره ده او چیرې نه کمیسون کوي مخکې ما ویل د خغل نبیل وایند وغو ویل د غنی پات کېدل په قدرت کې د افغانستان د تجزیه په معنا دي د افغانستان د بی ثباتی په معنا دي د افغانستان د نامنی په معنا دي همدارنګه ډیر نور یې غوړ کې د افغانستان بحران ته تک په معنا دي کله دغه رقم کېږي به مسول څوک ده ګوره د افغانستان د افغانستان بحران راوستل د 15 نفرو په لاس کې نه ده دا د افغانستان د ولس په لاس کې ده نن چې په 2 میلیون نه زیات افراد للی دی ورای ورته ورکړی ده درسته ده ګوره اوله دی نبیل ټیم زده خیم کو وخت کې چې ته افغان ځان بولې په دې وطن ته ځان خدمتګزار بولې راضی خپل وای چې دا وطن مونږ بحران ته بیایو ته سره کوم افغان چې دا وطن بحران ته بیایو او د ستا ګوره دا بحران مخ نه ولا مې په دې ته غنی به درک نه بیا هم وای نه دا دا شخصي برخورد څو مونږ غنی مونږ نه منو غنی مونږ نه منو غنی ته نه منی د افغانستان ولس یې منی د افغانستان ولس رای ورته ورکړی ده د افغانستان دی ولس څوک وای دا هم دا ټیمونه وای مثلا خغلی نبیل وای وای چې د دوه رای اوس 3900 دوی وای چې د دوه رای پټې سوي د خغلی غنی په نفع باندې ګوره خو زه تا د توایم چې د ناکامه شي بل اخرت څه به وای بیا به وای چې ماته ولس رای را نه کړل سبا چې امتیاز غواړي بیا پټې شي باندې وای به څه ولس رای را نه کړل نسی ویل خو همدغه ادا کوي خو د همدغې ادا لپاره ته څه وایي چې د دغوره رای وړي دي چې دی په رئیس جمهور څه وایي خو رای دې نه دي وړي ورور چې رای دې نه وړي ډیموکراسي ته احترام وکړي او غلی دې په ځای باندې کېده او د نورو ملکونو باندې غوندې راسه یو بل ته مبارکي ورکړه ته ورور زما له طرفه در مبارکه ده تا ته دي او راځو د پنځوس جمعیو احمد صاحب ګورې شفافیت اوسي که ونه اوسي شفافیت مونږ غواړو شفافیت نشته شفافیت مونږ غواړو غیر د دولت سازونه هیڅوک نه مني شفافیت د تامین په دې ټاکنو کې که شفافیت د دې نست به ولې ټال خپل طبيعي ده چې اول خو پایلې او رای مساویانه نسی راتللی طبيعي ده په یو به کمی رای وړي یو به زیات رای وړي درسته ده اوس دولت ساز دا رای وړي دي انور چې ورسته پاتې دا غیر نه مني او دا منلم دي دوی په دې معنی باندې نه دي چې دوی دا پایل نه مني دوی د ځان د امتیاز لپاره چې ځان ته موږ څنګه امتیاز لاسته راوړو موږ امتیاز واخلو دا دی ومني د خلکو رای ته د درناوی وکړي خلکو رای ورته ورکړي دي خلک اولادونه پکې وزل شوي دي دغه امنیتي ځواکونه چې د انتخاباتو ورځې امنیت ساتلی ده د دې قربانۍ ته موږ ګورو که نه ګورو همدا راځو چې تقلب سوی ده تقلب ورسه مربوطه مرجع ته ورځي که نه ورځي خو مربوطه مرجع شکایت ته اسناد ورړه او د ولس سره شریکه که دغه رسنیو له لارې شریکه چې دغه جي دغه تقلب سوی ده ورته ویکه خپل مدارک درته شکایت کمیسون هغه وڅېړي خوب محکمه انتخاباتي کمیسون شکایت انتخاباتي گفته میشه حالا اگر واقعا تقلب شده تکت های انتخاباتی حداقل اسناد در دست دارن باید برن شریک بسازن اعتماد دارین بالای کمیسیون شکایت که اونها حداقل رای سیار از رای سفید جدا بکنن شما ببینید افت ولایتی که در آخر باز شماری شد در این افت ولایت ثابت شد که ناظران تیم دولت ساز هم در اوجه حضور داشتن که 90% تیم دولت ساز در 7 ولایت تقلبش برملا شد چه سال پا دیگر خب این یک سند به بسیار تازگی داره در می 7 ولایت 90% تقلبشان برملا شد کنه در رسانه هم دست کردی مثلا یک موضوع گپ دومی که بحث دموکراسی مطرح شده اینجا در افغانستان دموکراسی نهادینه نشده سر دموکراسی تجارت شده از دموکراسی به مسابه حربه برای سرکوب دیگرها استفاده شده در دموکراسی از خود معنا و مفهوم خاصی داره بله. در دموکراسی برابری از برادری از عدالت اجتماعی نفسسته همین میدان بازی برای کل تیم‌ها چرا هموار نشد کدام تایرای ورتلو تا دیگر نامزدا بردن کمپین کردن کی در داخل هر کمپین کرد کی از امکانات دولت استفاده کرد کی گذشته کی پول گمرکات در کمپاین مصرف کرد شما ببینید همون شکلی که انتخابات روسی جریان صورت گرفت در ایجام صورت گرفت پس میدان بازی به کل کاندا هموار نبوده کل کمپاین میکنن روشن گپ است این روشن بوده کدام والی به کدام کنام زد کمپاین کرد رسوایش کد نیاره گرفت کدام ناظره مردم بسری زد در ولایت مثل کاپیسا کاقای که در آقای اقبال صافی در روسی جریان از ولوسی جریگه شروع تا قضا تا سارنوری تا کلش برای غنی کمپاین کنن کی محاکمش کرد؟ بنان انوزم زود است که ما قضاوت کنیم که دولت حکومت مشروع تشکیل میشه ما موقف ما روشن است یک طرف بس اعتماد دارین بالای کمیسیون شکایت و حداقل شکایت هایی که پیش شما ثبت تصویر میرین ثبت میکنین در کمیسیون شکایت ما خدمت شما عرض کردم که کاملا کمیسیون ها به بنبست مواجه شد با انحراف رفتن طرز العمل ها را نقض کردن
قانون نقض کردن، فشاری که حکومت برشان وارد کرد، تیم حکومتی من جمله دولت ساز وارد کرد، کاملا اون را گروگان گرفتن، استقلال خود عجز دادن و اون وقت بود که ما بی باور شدیم در حکومت مشارکتی مطرح کردیم. ما سه تا طرح را میخوایم مطرح بکنم. دو طرح از جانب حزب ما هست، یکی هم از جانب شورای نامزدا هست که ما عضو رابعه یکی از تیم ها هستیم. ولی طرح شما خلاف قانون است. بله طرحهای شما خلاف قانون است. من میگم که خلاف قانون است یا نیست. حالا سرش با بس میگم، میخوام توضیح بدم وضاحت بدم که گون باقی نمونه. یکی طرح دولت موقت شورای بی‌طرف است که سالهای متمادی ما مطرح کردیم، این را سبوتاش کردن. طرح تشکیل در قانون جای نداره. ما نمی‌ام سر این مثلا میگم که توضیح میکنم بتون جای داره داره. طرح دولت موقت شورای بی‌طرفی که سلوک را تغییر میده که میتونه با بوران خاتمه بده که طرح حزب اتحاد آزادی مردم آمو است. طرح دوم حکومت وحدت بی‌طرف شورایی است به خاطر که پارلمان ساخته شده، حکومت موقت شورایی بی‌طرف همی هستند و دیگر طرح مشارکتی نامزد کنده هستند. همین دو سه طرحی که مطرح کردم از کجا مشهد خود میگیره؟ من میپذیرم در قانون اساسی افغانستان جایگاه حقوقیش تعریف نشده، مثل حکومت وحدت ملی نشده، ولی از کجا مشروعیت میگیره؟ ما خواهان اجماع ملی هستیم با مدیریت ملل متحد. با ملت ملل متحد خواهان یک اجماع ملی هستیم که مشروعیت مردم در اجماع میتن برزی از این سه طرح هر کدامش کمالی شوه، ما خواهان یک اجماع هستیم، مثل که حکومت وحدت ملی با جایی که اجماع ملی سازمان بده مشروعیت خود از اجماع بگیره از کری گرفت که امروز با بنبست مواجه شده. ما نمیخوایم که مشابه حکومت که کری معرفی کرده شود اینجا، ما میخوایم که از طریق اجماع ملی سیاسی اینجا. و باور ما این است که اگر ما شکایت های خود قبلا هم درج کردیم هنوز بررسی کس نکرده، بازم آنچه که ما در چانته خود داریم به کمیسیون میدیم. امروز توپ در میدان مربوط به کمیسیون شکایت های انتخاباتی افتاده، ولی باور ما این است که در هر دو کمیسیون تیم حکومت دولت ساز لنگر انداخته، خریده، تهدید کرده. بار با رئیس کمیسیون گفت که ما رو تهدید میکنن، با مرگ تهدید میکنن. کی میکرد؟ گفت کسایی که رای بالا دارن، رای بالا هم یاد ادا میکنن قبلا که ما داریم. رئیس کدام کمیسیون گفت؟ رئیس کمیسیون انتخابات بار نگفت که ما رو تهدید میکنن. کی تهدید میکنه؟ کسی تهدید میکنه که مدعی است که ما برنده هستم. ما هیچ وقت تیم وفاق ملی نگفته که ما برنده هستیم. همین دو تیم خود برنده اعلان میکنه روز اولام. همین یاد تهدید کردیم. یاد دولت ساز کردیم امرایی که تهدید کرده. کسی که تهدید میکنه تهدید جرم است، باید برای زندان سپری بکنه. ممنون. آقای حسینی، خب در انتخابات 2014 هم پس از اعلان نتیجه نهایی دور دوم همین جنجالا بود. بالاخره سرنوشتش به ایجاد حکومت وحدت ملی شد. اون زمان هم تکت آقای غنی برنده بود، حداقل به اساس آنچه کمیسیون انتخابات گفته بود، ولی تکت آقای عبدالله نمیپذیرفت. فکر میکنین که سناریو باز تکرار میشه؟ خیلی فشرده، فرصت تمام است. متاسفانه باید گفت که اولا که واقعا دموکراسی در افغانستان نهادینه نشده. چرا؟ به خاطر که کس حاضر نیست قانون بپذیره. اگر قانون مبنا قرار بگیره دموکراسی نهادینه سازی میشه. زمانی که قانون ما وجود داریم، قانونی که مراحل تشریفاتی خوده تایی کرده، دلی. اما طرحهایی که داده میشه هر کس همیشه خارج از قانون است. اگر کسایی که میگه مثلا ما نماینده سازمان ملل داشته باشیم، در انتخابات هم نماینده سازمان ملل نظارت داره که نمیشه که در اونجا ما قبول، در اینجا نکنیم، در اونجا قبول بکنیم. حکومت مشارکتی چی فکر میکنین جای داره؟ ما حکومت مشارکتی اگر از نوع قبلی تقسیم قدرت صورت بگیره، متاسفانه ما باز هم در درون حکومت دارای یک صدای مشترک نخواهیم شد. پنج سال آینده باز هم ما در درون حکومت شاهد رقابت های ناسالم، شاهد دلگیری خواهیم بود. ما امیدوار هستیم که حکومت وحدت ملی بار دیگر در افغانستان تکرار نشود. احمد صاحب تاسو پر ډیر لاند دا ولو ای حداقل څه باید وسی چې اوس هغه څه چې واقعا د خلکو صاف او پاک راي ده هغه په کرسی باندې کینی. تروسه مې درته ویلي چې محکمه د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون ده، او دا پریکړه او دا قضاوت مونږه د شکایتو کمیسیون ته پریږدو. اعتماد نشته په دې نظر څه خبرې تاسو وایئ؟ اعتماد څه نشته. همدغو کاندیدانو رای ورته ورکړې ده، همدغو کاندیدانو ټاکلې دي. که چیرې دوی ته د قابل د اعتماد نه وو، په هغه دوی ته به د اعتماد رایه نه ورکوله، دوی به یې نه ګمارل. بیا که چیرې اعتماد پرې نه وو، بیا به تلل سبتینام به یې نه کاوه. بیا که هغه نه وروسته اطمینان نه وو، بیا به د رایګیري ته نه تلل او رایګیري به نه کېدله. نو بنا ان اوس چې کمیسیون پریکړه کړې ده د انتخاباتو، هر څه موارد چې دي کمیسیون د شکایت ته دې ورکول سي، او همدغه مرجع قانوني مرجع همدغه ده چې د پاکو ناپاکو رایو تر مابین تفکیک وکړي، د هغې پریکړې ته دې بالاخره درناوی وکړي.
کورم مدن سپدی باسکم را سرگردون مکنم تاسیل دون کنم مننه تربیه خیلی چاره